ریشه درخت این بو بوده، بعد در ساقه درخت این بو بوده. بنابراین نمیتونیم بگیم این بس سیب بعد درخت رشد کرده رسیده به اینجا، که درسته که مرحلش فرق داشته ولی در اون ذات اصلیش بوده، جز به ذات سیب بوده این بوی سیب. بنابراین وقتی بو میشنوی نمیتونیم بگیم این بو جدا از درخته، جدا از میوه است، جدا از این به اصطلاح گل ما داریم جدا میشنویم، از اول بوده. وقتی میگه یه جای مولوی میگه هم پسر در موردش داره صحبت میکنه که میگه همیشه ما بوده و هستیم، حالا شما اینگونه دارین تجربه میکنید. اینم همین میگه عشق رو میگه همیشه بوده و هست، چرا حالا در عقل نمی گنجه؟ چون عقل یه قسمتی از بودن ماست، یه قسمتی از اون عشق است. کل هیچ وقت در جز نمیتونه جا بگیره، جزه که در کل هست. اینو از این حالا بازی لفظیش بریم کنار. خیلی خوب، ما رسیده بودیم به مرکز انرژی سوم، مرکز چاکرای سوم که دوروبر نافت بسیار بزرگ این مرکز و چاکرای سوم بود. اینا هر کدوم یک خصوصیاتی دارن، خصوصیات عصبانیت و خشم مال این چاکراست، یعنی یکی از جالبه که عنصرش آتش، حیوانش هم کبراست. حالا اصلا شما ببین اینا رو نگاه بکنید، وقتی که میگیم عنصر آتش، آتش چی؟ آتش هم میتونه زندگی ببخشه، گرما ببخشه، حیات ببخشه و همینطور همه اینا رو از بین ببره. بستگی داره باش چجوری کنار بیاد. مار کبرا اون عظمتش و اون زهری که داره هم میتونه شما رو بکشه، هم در یه جایی استفاده بکنیم میتونه پاک زهر باشه، میتونه شما رو زنده نگه داره. خیلی جالبه این مسئله. این چاکرا هم همینطوره. شما ببینید وقتی که تمام وقتی عقلش مغز شما کار نکنه، وقتی که قلبتون کار نکنه، خب آدم از بین میره دیگه، وقتی استاپ شده آدم از بین میره. در این چاکرا شما میتونید زنده باشید، این چاکرا کار نکنه، تمام مدت با هر لقمه ای که میخورین اعصابتون به هم بریزید، چون نتونی هضمش کنید، چون اون منطقه به هم ریخته است. حالا شما زنده هستید ولی یه زندگی با عذاب دارید. این همین هم هست، این خشم و عصبانیت ما. وقتی ما با اون جلوگیری نکنیم، عوض نکنیم، تغییرش ندیم، حالا ما زنده هستیم. ممکن هم هست که از این به اصطلاح لباسی که ساختیم از عصبانیت خودمون یک مقامی هم برای خودمون پیدا کردیم، همه مواظب ما هستن که آی فلانی اذیت نکن، ولی اون روش بالا میاد دیگه. حالا اون روش بالا بیاد دیگه همه حساب کار خودشون میکنن. ولی یه خبر بد برای همه شما که با این عصبانیت و ناراحتیتون میخواید دیگران رو برد و بنده خودتون بکنیم، بعد بگم که خود شما بیشتر از هر کسی لطمه میدین در این عصبانیت که دارین. حالا خدمتتون میگم چی اینو میگم، یعنی بیشترین ضرر رو شما میگیرید. این من امروز دارم میپردازم باز به بقیه ماجرای عصبانیت و خشم و عصبانیت که خصوصیت این چاکراست وقتی درست کار نمیکنه. به همدل من میگم با قاطعیت گاهی وقتا میگم همه این مسائل رو میشه با مدیتیشن درست کرد، برای اینکه البته اگر مشکل مغزی نباشه میتونیم این تمام این ناراحتی ها رو با مدیتیشن مخصوص اون چاکرا حلش بکنیم. برای حال چه مدت؟ 6 ماه، 6 سال، من نمیدونم چند سال بعد یکی میتیت بکنیم روزی 20 دقیقه که عصبانیت شب بمیره، ولی میدونم که حب بمیره. چرا میتیشن خاصیت رو داره؟ اونجایی که ما وقتی که یک چیز رو تجزیه تحلیل، مثل این میگه من یه قرده چرکی رو بدنم باشه، حالا هی برم این ازش یه خود این مایش رو بکشم، ببرم تجزیه تحلیل کنم، برم آزمایش که آقا این چقدر اینو داره، چقدر اونو داره، از چی تشکیل شده، حالا چه تشکیل شده، یا اینکه برم بگم آقا اینو عملش کن بنداز بره پی کارش، دیگه هم نخوام بدونم این چرا اینطوری شده، چرا اومده، چرا این توش پر خون و چرک بوده، اینا رو نخوام. اون یه جور دیده، اینم یه جور دیده. مدیتیشن این کارو میکنه که مشکل شما رو اگر مثلا عصبانیت وقت با چاکرا سه کار کنی، بعد از مدت اینو میگیریم دیگه نیستی. حالا دو قسمت داری، هم که خدمتتون عرض کردم، یکیشون خشم، یکون عصبانیت. خشم ما تا آخر عمر اون با ماست. چرا خشم تا آخر اون با ماست؟ برای اینکه یک احساسه، مثل احساس غمگینی، مثل احساس خندیدن، مثل احساس دوست داشتن. شما ممکنه موضوعات این احساس ها عوض بشه براتون. مثلا دیگه بچه‌ای که کودکستان پاککنش رو ازش میگیرن گریه میکنه غمگین میشه، من دیگه تو این سن از پاککنم یکی بگیره غمگین نمیشم گریه کنم، ولی احتمالا یکی بیاد خونم آتیش بزنه شاید گریه بکنم بکنم غمگین بشم، یا شما یه چیز دیگه. بنابراین احساس در ما هست، چون جزوی از ماست. خشم هم در ما هست، ما خشم هم داریم همیشه. ولی حالا اون قسمت دوم که در مقابل این خشم من چه کار میخوام بکنم، کارا اسمش رو بزنید یا عصبانیت، یا ببین عکس‌العمل من، اون من کنترل دارم. درست همون جایی که من اگر یک صحنه ای وارد شدم عصبانی
چی میگن گریم گرفت غمگین بود میتونم گریه نکنم، خودم کنترل کنم، میتونم خنده نکنم، خودم رو کنترل کنم. همه شما این کارا رو کردین، یه جایتون مدرسه خط یه مسئله یادتون اومده که خندتون گرفته یه هایی کنترل کردی خودتون رو، یا شما که عصبانی هستین در مقابل حرفی که خانومتون زده یا شوهرتون زده فریاد زدید، اگر همین حرف رو رئیستون زده احتمالا کنترل کردی خودتون رو، چون نمیخواستین حقوقتون از دست بدین یا اخراج بشین. پس خشم یک احساس که همیشه دارید، ولی این که عکس العملتون با اون خشم چه خواهد بود که در شما اومده، حالا کنترل شماست. که اینجاست که میگم بعد دیدگاه عوض بشه، با عشق نگاه بشه، چون عشق واقعا کیمیاگری میکنه. دو تا تحقیق رو میخوام براتون بگم در اینجا که این مهمه براتون این احساسا رو بدونید. یکی تحقیق آقای دکتر پال گودوین که ایشون در دانشگاه آلاسکا پاسیفیک یونیورسیتی تحقیق در مورد احساسهای مانده تو بدن. ایشون میگن این احساسهایی که مانده بشن، ما اگه خشم و خوشحالی و عصبانیت و توهین و همه اینا بخوریم، قورتش بدیم و هیچ عکس عملی نشون ندیم، اینا میشن یه احساسای مانده. که چیکار میکنه دیگه ایشون؟ جریان فرستادن احساسات به وسیله بافتای عصبی تو بدن رو مختل میکنه، بعد در نتیجه شما بیمار میشید. مثلا حالا مشکل این جوینت های بدنتون، انگشتاتون مثلا به این راه پیدا میکنه میگیرید. خانم دکتر کندس پت یک محقق دیگه در دانشگاه هاروارد، ایشون تحقیقاتی کرد خیلی جالب، میگفت من روی چاکراها تحقیق کردم و میگفتش که این چاکراها مراکز انرژی هستن که باز همین انرژی به تمام بدن میرسونن. اگر شما شاک بشین و این مرکز انرژی درست کار نکنه، حالا هزار یک بیماری میگیرید. ایشون میگه اصلا عظمت قرن بیستم به این نیست که کامپیوتر اومده و اینجور شده در دست سم قرارش، بلکه عظمت قرن بیستم در اینه که ما تونستیم برای اولین بار روی انسان زنده تحقیق کنیم. راست هم میگن، تا همین ده ها سال پیش وقت موضوع تحقیق انسان روی انسان، روی جنازه انسان تحقیق میکنه، آه این کبد، این چیه، اون سیگار کشیده، وقت طرف مرده بود. خوشبختانه در اثر کامپیوتر حالا شما میتونید متوجه میشین که چون تو بدن هرچی میذاره میتونید ببینید، حالا میتونید ببینید واقعا این چاکراها چگونه کار میکنن و چگونه این نفر سدن. همون هم اون آقای دکتر پال گودوین هم همینو میگه، میگه وقتی مختل میشه فرستادن این احساسهای ما، دستوری که مغز میده، ما حالا اونو با یک مشکل جسمی روبرو میشیم. طب سنتی چین هم که میگه طب سوزنی هم همین کارو میکنه، میاد این کانال ها رو باز میکنه که شما بتونید یک سلامتی درست رو تجربه بکنید. خیلی حالا من به اینجا رسوندم این قضیه که ما میتونیم خشمگین بشیم، ولی در مقابل عصبانیتمون عکس العملی که میخوایم در مقابل این خشم نشون بدیم چگونه میتونه باشه. اینجا اصلا این آزادی بیانی که میگن در آمریکا هست و در کشورهایی که به سری پیش رفته اصلا، برای همینه میگن تو به خشم تو ابراز کن، تو برو جلوی کاخ سفید هر چی میخوای داد بزن، فوش بده به رئیس جمهور، هر کاری میخوای بکن، پاسورد کانت. اما وقتی خواستی حالا عکس العمل این خشم رو به عمل در بیاری، اون مسئله است برات. من اتفاقا یک مسئله از خودم براتون بگم. من مدتی پیش با عزیزی که خیلی به نزدیک بود یه حرکتی بسیار عصبانی شدم و بعد بهش گفتم من اون موقع میخواستم بذارم تو گوشتون، و این آدم برایش این خیلی عجیب بود. میگم آخه مگه تو یه قرار خودت کار کردی میخواستی بذاری تو گوشه من؟ گفتم آره میخواستم بذارم، ولی نزدم. احساس خشمم رو کردم، ولی از اون محله رفتم کنار و واقعا با نفسهای عمیق کار کردم و قضیه تموم شد. خشم شما تا زمانی که زندگی خواهید داشت عکس العملتون چیه؟ همین خود من احتمالا زمانی که 25 سال پیش 30 سال پیش اینا حتما میذارم تو گوش، یعنی حتما دستم میرم بالا و اونجور که ناراحت شده. من حتی یه زمانی 30 سال پیش یک موضوع خانوادگی برام پیش اومد که اونقدر من ناراحت شده بودم که واقعا اشورا اون موقع تشکر کردم که اسلحه تو خونه نذاشته، واقعا میتونستم آدم بکشم اونقدر که من عصبانی شده بودم. یعنی این چیز عجیب و غریبی نیست این خشم. خشم رو یاد میگیم کنترلش کنیم، که چگونه کنترل کنیم. حالا ریشه ای که خشم و عصبانیت داره، این برمیگرده باز به احساس ما. ما تا زمانی که احساس داریم این احساس رو میکنیم، و این احساس هم تو اون دفعه گذشته رو من باز کردم که نه بد نه خوبه. من اگر فشار خون دارم، من اگر به اصطلاح قند خون دارم، من که آدم بد و خوبی نمیشه گفت که میگین شما فشار خون دارین، قند خون دارین. حالا باز دوباره چی میشه؟ حالا اونجا یه چیز فیزیکیه، حالا باز برمیگردی شما چگونه میخواییم با این کنار بیاییم و چگونه میخواییم که اینو
از بین ببره. در مورد خشم باید حالا وقتی با خودتون هستین، حالا من چند تا راهکار میخوام بگم. هر که با خودتون هستین و شاهد خشمتون میشین، اگر بتونین و میتونین البته، اول چند تا نفس عمیق. من امروز تکنیک تنفسی برای تبدیل خشم به عشق رو براتون میگم، همتون آماده باشین. این همه ماجیکای این داستان میتیشن. ولی حالا کلا وقتی که شما عصبانی شدین با نفس که کار کردین، بلافاصله به خودتون توجه کنین و ببینید در کجای بدن دارین این خشم رو حس میکنین. این خشم آیا مشتتون گره شده، حال تعبو بهتون داده از سر این خشم، بگید اینقدر من عصبانی شدم که حالم به هم خورد، اینقدر عصبانی شدم که سرگیجه گرفتم، ما اینقدر عصبانی شدم که اصلا دلپیچه گرفتم، یا نشستم زانوم خم شد، اصلا کمرم خم شد. اصلا جالبی این کلمات به ما نشون میده که در گذشته ها همین آگاهی رو داشتم، منتها نمیدونستم چی، حالا ما داریم میشکافی میشود. پس بنابراین اول ببینید این خشم در کجای بدن شما اثرش رو داره میذاره. همونطور که عرض کردم قبلا، هیچ کس به غیر از خود ما نمیتونه خشم رو کنترل بکنه، ما خودمون هستیم و بیشترین ضرر هم به خودمون میزنه. خیلی خوب، پس وقتی که حالا متوجه شدین که این خشم در کجای قسمت بدنتون هست، اونو ربطش بدیم به اون 7 چاکرایی که هفت مرکز انرژی که از پایین تای قسمت ستون فقرات ما هست تا بالای سر. که حالا باز خیلیاتون دیگه همه اینو آشنا شدیم با برنامه من بودیم، خیلی هم اگه تازه پیوستین، حالا من برای بازم به 7 چاکرا میپردازم و این مراکز رو میگم. اون منطقه مثلا اگه من میبینم من هر بار که خشمگین میشم معده‌ام درد میگیره و تا 2 روز میگم من غذا نمیتونم بخورم، یا هر وقت که خشمگین میشم سردرد میگیرم و فکر کنم چشممو نمیتونم باز کنم، این مال چاکرای 6 من از اون طریق دارم خشمگین میشم، پایش اونه و اونم که انگیزه غروره در اون قسمت چاکرای 3. خب بعد نگاه کنم ببینم در اینجا من چگونه مطالبو نگاه میکنم، چگونه به مسائل مینگرم که اون نگرش خودم رو عوض کنم. یادتون باشه هیچ چیزی در دنیای بیرون وجود نداره مگر فهمیدن ما از اون چیز برای ما، یعنی هیچ چیز مطلقی وجود نداره. الان دیگه خیلی راحت میگن نتیجه آزمایش هم که میکنن همه چی هم فیزیکی، باز بستگی به اون فکر آزمایش کننده که نتیجه عوض میشه. پس وقتی ما یه همچین قدرتی داریم میتونیم این کارا انجامش بدیم. و اینجاست که حالا یه جای سعدی میگه سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، از خاکدان هستی بر دل غبار دارم. یعنی این عرفای ما، این مثلا فیلسوفای ما میخوان به ما بگن این کار آسونی نیست و واقعا هم نیست، ولی میشه انجام داد. اینجا سیلاب نیستی را، این سیلاب نیستی یک رودخونه بود قدیما که میگفتن بسیار این وقتی که راه میافتاد تمام جهان هستی رو از بین میبرد. بعد میگن یکی از کارهایی که در اون 7 کاری که میباید هرکول میکرد این بود که یک طویلهی که مثلا 100 سال هزارها گاو و گوسفند توش فقط خورده بودن و تو اون طویله مدفوع کرده بودن و تمام اینا، یکی از کارهای که هرکول میباید بکنه این بود که این طویله در یه روز تمیز بکنه. و این چون دید امکان هزار سال هرچی گاو و گوسفند اونجا این کارا مدفوع کرده چجوری میشه یک روز تمیز کرد، این میاد البته نه همه میدونی سمبولیکه، میاد سر این رودخونه نیستی رو که سیلابش هم قوی بوده میگیره میذاره تو این طبیله که طبیله همین آشپالا رو با خودش ببره. حالا ببینید چی داره میگه سعدی اینجا، میگه اینو بذار تو بدن من، میگه اون سیلاب نیستی و رودخونه نیستی و بذار تو بدن من. چرا؟ نه اینکه من همه بدنم پر کثافته، من واقعا یه غبار دارم، باید با این غبار رو با این بشوری. از خاکدان هستی بر دل غبار دارم، حالا خود دل اون داستانه چیم بماند، یه غبارش رو شما باید یه همچین چیز رو بذارید. هم اینا بزرگ کردن این مطلب رو، هم بزرگ نکردن. وقتی عرض کردم خدمتون 95% بیشتره، یعنی بیشتر از اینم حتی، اتفاقاتی که تو دنیا میفته، جنایات و رفتارهای ناهنجاری که افراد انجام میدن، به غیر از اون افرادی که اینا اصلا ژنتیک آدمای ناراحتی هستن، باقی من و شما انجام دادیم. عرض کردم خدمتتون من دو بار یه بار میتونستم آدم بکشم، یه بار دیگه میتونستم تو بوش یکی بزنم، در حالی که تو عمرم یادم وایلنت هیچ وقت نبودم، یادم همیشه یادم ساکت راحتی کنار بودم. ولی انسان‌ها وقتی فشارشون میدین یه جوری این اکسون عملا داده میشه، وقتی پدر بچه رو میکشه، مادر دختر رو میکشه، دختر رو خواهر، یعنی همه اینا رو که میگه عجیب و غریب نیست، اینا میتونم من و شما باشیم وقتی که اینقدر عصبانی میشیم. خیلی
حالا اینجا میخوام برگردم، حالا اینا رو گفتیم، تو نوع عرفان ما میگه که کیمیاگری عشق و دست کم نگیر. مولوی بارها و بارها و بارها میگه عشق کیمیا میکنه، کیمیاگری میکنه. کیمیاگری چیه؟ این احساس های ناپخته و خام و که برای جامعه ضرره تبدیل به عشق میکنه. دیگه از این بهتر چی دیگه؟ حالا من اونو میخوام بهش میرسم، ولی میخوام بگم از دید اریک فرام هم که یک نویسنده و روانشناس بسیار معروف آمریکایی هست، میگه که جواب زندگی، پاسخ ما به زندگی، جواب زندگی که میکنیم چرا این گونه شد و چرا من مثلا این عصبانیت ها اینا راحتی ها دارم و این همه از خود مسئله میکنم، که پاسخش عشقه. چرا میگه پاسخش عشقه؟ میگه عشق دوتا خاصیت داره. یکی اینکه عشق تعلق به آدم بالغ داره و آدم بالغ که عشق رو بشناسه حالا مسئولیت رو تعهد داره. یادتون اون داستان دوستی خاله خسته رو میگفتن؟ چرا دوستی خاله خسته طرف میامد؟ خیلی هم دوست داشت آقا خسته، خیلی هم اون خانم صاحبش رو دوست داشت. برای اینکه اون مگس رو بکشه رفت اون سنگ رو آورد دق زد انداخت رو سر اون کسی که اون مگس رو بکشه. بهش میگیم این دوستی خاله خسته برای اینه. اگر آدم چرا؟ چون خرس که یه آدم فهمیده‌ای که نبود، که عقل که نداشت، که انسانی هم که عاقل نیست، انسان بالغ نباشه و عاقل نباشه، عشق رو نمیتونه حس بکنه که بعد بخواد مسئولیت داشته باشه. وقتی من میام به یکی میگم دوستت دارم و اگه اون منو نگه دوستم داره میکشمش، که من یه آدم عالق و بالغی نیستم، که من یه آدم یکم مجنون و دیوانه هم، یعنی عقلم کار نکرده. یک انسان عاقل بالغ، برای همین میگه انسان عشق متعلق به آدم بالغه، چون اگه آدم بالغ نباشه عشق نیست، خود دوستیه، خود شیفتگیه و خودخواهیه. اون فرق میکنه با عشق. عشق نمیتونه مالی آدم که ندونشه. چرا؟ چون عشق حالا چندی خصوصیت هم داره. عشق اولا یه هنر یاد گرفتنی و بعد تمرین بکنیم برای این خصوصیت. خیلی خب، معیاری که اون میگه اگر به غیر از این باشه، ما هر کدومون از عشق یک باوری داریم دیگه. خب باور من اینه که یا تو برای من باشه ولی برو بمیری دیگه، راه دیگه نداره. خب اینم یه باور دیگه. بنابراین اگر امکان داشته باشم شما رو میکشم. حالا اینکه خوبه بعضی، نه فقط برای اینکه تو عاشق من نیستی، بلکه تو یه حرفی میزنی که مخالف حرف منه، میخوام میکشمت. یعنی ببینین الان این عصبانیت تو دنیا رو شما نگاه کنین، در اثر این کارایی که این آقای رئیس جمهور آمریکا میکنه، برای اینکه اصلا ما همه قربونی این داستانا بودیم. بشر خدا رو شکر این آمریکایی معلوم میشه که کم حافظگی ندارن و یادشون میاد که چه اتفاقی میفته وقتی یه نفر خیلی مستبد و با تکبر میاد و میگه من میدونم همه چیو، و بعدم این حرکات رو میکنه که میبینیم. پس بنابراین واقعا هیچ چیزی چارچوبی نداره ما ازش چیه مثلا میگیریم. الان دونالد ترامپ هم ازش بپرسید میگه من خواستم که خودم رو سیف کنم، بعد این کارا رو بکنم، در حالی که میلیون ها انسان تو دنیا رو در و داغون کرده و اتفاقا بدتر هم امنیت رو از دست داده. مگه ما هیچ وقت تونستیم با تنفر، هیچ وقت ما نتونستیم تو تاریخ رو نگاه کنیم با تنفر چیزی رو بین ببریم؟ مولوی میگه خون با خون شستن محال است و محال، نمیتونین کارو کنین. عصبانیت رو با عصبانیت نمیتونین شما از بین ببرین. عصبانیت رو با کامنس بودن، حالا نه اون لحظه، بعدا با آرامش میتونین یه کاری بکنین. خیلی خوب، پس حالا چیزی که میخوام خدمتتون بگم، بیان این که با عشق میخوایم حالا تبدیل نگرشی، فقط یه نگرشی شما باید عوض بشه که به خودتون و به قدرت خودتون که بتونیم اون عوض کنیم. آماده بشین برای میتیشنش. من هم نگرانم که زمان ما بگذره، من نتونم میتیشن رو بدم، ولی مطلب رو میتونم همیشه ادامهش بدم. آماده بشین برای میتیشن. برای این میتیشن چند تا مطلب اول با هم میخوام بهش توجه کن. اول از همه همین الان که دارین منو نگاه میکنین و دارین آماده میشین و نشستین برای میتیشن، میخوام یک عمل یا حرفی که به تازگی باعث شده شما در حد جنون عصبانی بکنه و به یاد بیارید. گاهی وقتا یه حرفی که ما زدی، گاهی وقتا یه نگاهی کرده، یک عملی انجام دادی. جدیدترینشو، حالا شاید شما از اون آدمای خوشبخت باشین که از 20 سال قبل کسی شما رو عصبانی اینقدر نکرده، ولی اگر نه همین امروز تو عصبانی شدی، یه هفته پیش یا 20 سال قبل، اونی که واقعا شما رو به سرحد جنون بود، من میخوام اون خاطر رو الان در حالت آگاهی به یاد بیاریم که اونقدر عصبانی شده بودین که میخواستین میتونستین مثلا هم، یا حتی الان این آرزو دارین که اون شخص رو یه لطمه بهش بزنین یا یک داستانی داشته باشین باش، اونو به یاد بیارین.
سعی کنید همونطور که اینا رو به یاد میارین و جایی که نشستین کف پاها رو زمین باشه، رو صندلی اگه بشینه خیلی خوبه. و سعی هم کنید اگر توی جایی هستین که چند نفر پهلو همین، از هم فاصله بگیرید، به طوری که وقتی من خواهش کنم دستتون رو اینطوری باز بکنید، دستتون به هم دیگه نخوره. اون خیلی مهمه که دست به دیگری نخوره. اگر نه تنها هستین که باز مواظب باشین به دیوار نخوره، چون اون موقع چشماتون بسته است و من وقتی خواهش میکنم ممکنه نبینید. یه جوری بشین که با دست رو باز میکنید مشکلی به وجود نیاد. و حالا میخوام که این کارو که کردین، حالا یه نفس عمیق بکشین. حالا نفس عمیق رو میخوام چجوری بکشین؟ اول اگر براتون، من میخوام که دو دستتون رو کف دست رو که گودی ببرین بذارین رو گوشتون، رو دو تا گوشاتون بذارین، طوری بذارین که صدای من رو بتونین بشنوین. اگر که تیویتون کمه بلندش کنین که بشنوین، چون من حالا یه خواهش میگم که چی کار میخوام بکنین، میخوام دست رو گوشتون رو بشنوین. حالا میخوام یک نفس بکشین، نفس معمولی بکشین و بازدم بکشین. این کار رو معمولی کرده باشین، تو سرتون یا تو گوشتون شما صدا میشنوید که نفس رو کشیدین، نفس رو دادین بیرون. حالا دست که همون رو گوشتونه، نفسی بکشین آرام و طولانی که صدا نره تو گوشتون یا تو ذهنتون، هر کجا که این صدا رو میشنوید، صدا اینطوری میشنوید نشنوید. ببینید چی کار باید بکنید. بعد به نظر من بسیار آروم نفس بکشید و بازدم هم از بینی بدین، بسیار آروم از بینی بازدم بدین که باز صدا رو نشنوین، یعنی در یک سکوت مطلقی باشه در گوشتون. اوکی؟ یه بار دیگه اینو که انجام بدین که تمام دستتون از گوشتون بر ندارین، یه بار دیگه این کار انجام بدین، نفس عمیق و طولانی بکشین، آرام و طولانی. این میشه نفس عمیق. هر وقت من گفتم نفس عمیق یعنی آرام و طولانی، یه هایی نمیتونی نفس بکشی، اون یه کار دیگه میکنه. و بازم آرام و طولانی نفس رو بدین بیرون که صدایی نشنوید توی گوشتون یا توی هر جا که اون صدا رو میشنوید سرتون. و حالا چشماتون رو ببندین، هنوز دستتون و گوشتون باشه. من میخوام خواهش کنم که 5 تا نفس اینطوری با هم بکشیم. من از 5 میشمونم تا 1 و شما هر کدوم، حالا البته یه جاهایی اگه دیدین نفس رو من دارم هنوز میگم بکشین و شما دیگه نمیتونین، میخواییم بازدم بدین، اشکال نداره، ولی چشماتون رو تا آخرین لحظه ای که دیگه با من خواهش کنم باز کنین، باز نکنین. اوکی، اجازه بدین بدنتون ریلکس بشه و همزمان یک نفس آرام و طولانی از بینی بکشین و توجهتون رو تمام بدین به بدنتون، که اولا این صدا رو که نمیشنوید و بعد ببینید بدن چگونه با این نفس داره کار میکنه، کجا اینو حسش میکنی. وقتی طولانی میشه بدنتونم حالا با شما داره کنار میاد، داره حرکت هایی میکنه، توجهتون ببینید به بدنتون. و در بازدمم از بینی آرام بدیم بیرون، باز توجهتون ببریم به بدن، ببینید بدن کجا داره حرکت. و اجازه بدین که هر لحظه که میگذره ریلکس تر، آرام تر و در یک آرامش خاصی قرار بگیرید. فوق العاده آروم. یک نفس 5، من میشم از 5 به 5. یک نفس آرام و طولانی و عمیقی بکشین و این بار آگاهانه تمام آرامش جهان هستی رو به بدن دعوت کنید. من معذرت میخوام از شما نازنینم، اجازه بدید هر صدایی که پخش میشه، هر صدایی که پیش اومده شما رو باید آرام تر بکنیم. بد نیست که ببینید الان کنترل داره و میتونید آروم بشه. بسیار عالی، فوق العاده آروم. یک بار دیگه نفس آرام و عمیقی بکشین از بینی و اجازه بدید که این بار تمام عطر گل سرخی که تو دنیا وجود داره به تو داخل بدن دعوت کنید و ریلکس و ریلکس تر بشید. کاملا ریلکسید، فوق العاده آرومی. و 3، اجازه بدیم با هر کلمه‌ای که من میگم، با هر پله‌ای که فکر میکنیم میایم پایین، با هر نفسی که میکشیم اون آرامشتون چند برابر میشه. کاملا ریلکس، فوق العاده آروم.
راستی باز نفس آرام و طولانی بکشی و توجه بدیم باز به بدن. ببینیم این تو بدن که میره وقتی طولانیه، سینه میاد بالا پایین، شکم میاد بالا پایین، تو شش چه احساسی داری، کمرتون چه جوری میشه، همه اینا اثرات خود شده وقت نفس میکشین آگاهانه حسش کنیم. و در بازدم هرچی ناراحتی و عصبانیت و گرفتگی باز به صورت آرام و طولانی بریم به جهان هستی. اجازه بدین با هر کلمه‌ای که از من میشنوین، با هر صدایی که میاد دور و برتون، عمیق و عمیق‌تر ریلکس بشین. فوق‌العاده آروم، کاملا ریلکس. دو، باز یک نفس آرام و عمیق و طولانی از بینی بکشین. این بار بیاد بیارین اون صحنه‌ای که یک بار درش چقدر احساس آرامش کردیم. غروب خورشیدی بوده، طلوعی بوده، توی باقی بوده، لب دریا بوده، من نمیدونم در عمرتون جایی بودید گفتید چقدر این لذت بخش و ریلکس. اون صحنه رو بیاد بیارین، انرژی اونجا رو به خودتون دعوت بکنید و اجازه بدید که تک تک سلولای بدن شما در این انرژی خاطره‌ای که به یادتون میاد غوطه بخورن و شما ریلکس و ریلکس‌تر بشید. و در بازدم از راه بینی به صورت باز طولانی و آرام هرچی تهمونده گرفتاری هست از بدنتون بریم به جهان هستی. کاملا ریلکسین، فوق‌العاده آرومی. و یک باز نفس آرام و عمیق دیگه بکشین و این بار تمام اون برکت جهان هستی که خداوند به همه ما داده به صورت یک ابر بنفش رنگ فکر کنین که وارد بدنتون میشه، بکشین به خودتون و اجازه بدین که تمام بدن ریلکس بشه. و در بازدم باز هرچی ناراحتی بود که اگه چیزی دیگه باقی بدیم به جهان هست. فوق العاده آروم، کاملا ریلکس. و حالا به یاد بیارین عزیزی رو که تو این دنیای مادی، تو این دنیای فیزیکی بسیار دوستش داری. این میتونه هر کسی باشه، اون کسی که دنیا رو بدون اون نمیخواین اصلا. شما کیه که از این فداش بشین؟ حالا اگه چند نفرم هستن اشکال نداره، یک شو به یاد بیارین یا چند نفرم به یاد میخواین بیارین دست، اوکی؟ ولی اون کسی که خیلی دوستش داری واقعا، اونو به یاد بیارین. احساستون رو حس بکنین الان که چقدر این احساس زیباز در کجا دارین، در کجای بدن این احساس رو میکنین، در قلبتونه، در دلتونه، وجد به اومدین، کاملا برگردین به خودتون و احساستون حس کنین. ببینین چگونه با این احساس دارین رابطه برقرار میکنین. و اگه دلتون میخواد حالا دستاتون رو باز کنید به صورت کامل، احساس بدید، اجازه بدید که این احساسی که دارین بیاد تو بدنتون و اون شخص و اون اشخاص الان جلو خودتون ببینید، حسشون کنید. مهم نیست که این اشخاص اینجا باشن نباشن، به جهان دیگه رفته باشن، راهشون دور باشه، اون الان جا حضور داشته و اگه حضور دارن و اگه دوست دارین بغلشون کنید، دستتون رو جمع کنید به مثل یه انسان رو بغل میکنید. در واقع میبینید که در نهایت خودتون رو بغل کردین در این با احساس این شخص و ببینید چه احساسی دارید. کاملا در این تبدیل تبادل انرژی یکی بشید با اون شخص. کاملا ریلکس و اجازه بدید تک تک سلولای بدنتون رو اوتبر بشن در این احساسی که الان در وجود شما. و اگر میخواین به چشمای اون شخص نگاه کنین و بهش در یه جمله بگین چرا اینقدر دوستش داری، چه چیزی در اون شخص هست که اینقدر شما دوست داری. اگر بخواین یه صفتی رو در اون شخص ببینین که دوستش داری، این صفت چیه، در یه جمله بهش بگین. کاملا توجهتون به خودتون بیارید، ببینید در کجای بدنتون دارید این احساس رو حس میکنید، این عشق رو حس میکنید.
و از اون شخص تشکر بکنید، یا اگر اشخاص از اون افراد تشکر کنید که این احساس رو به شما دادن، باعث شدن که شما این حس رو داشته باشید که چقدر زیباست. و ببینید کم کم نور سفید از بالای سر این شخص داره میتابه بهش و کم 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 این شخص با نور سفید یکی میشه و کاملا ریلکس و اجازه بدین هر لحظه که میگذره شما آرام و آرام تر بشید، در عمق آرامش، در عمق آرامش، کاملا ریلکس. احساستون رو کاملا حس کنید و حالا که در این حالت هستیم برگردیم به اون خاطره و به اون حرکت و به اون کاری که اون شخص کرده و شما اونقدر عصبانی بودید، به اون صحنه دو مرتبه توجه کنید. ببینید آیا همینقدر ناراحتین از این شخص یا نه دیگه به اون یه جور دیگه داری نگاه میکنید، یا اینکه دیدگاهتون عوض شده، یا اصلا قضیه اونقدر مهم نبوده. ببینید فرق الان احساستون وقتی به اون صحنه نگاه میکنین که اونقدر عصبانی شده بودین و قبلا داشتین، آیا چی فرقش چیه؟ تفاوتش چی شده از 10 دقیقه؟ کاملا ریلکسین، فوق العاده آرومی. و حالا همینجور که این احساس عشق رو دارین تجربه میکنین، اون شخص هم اگر میتونیم بذاریم تو نور سفید، اون کسی که اینقدر عصبانیتون کرده بود، و مجسم کنید که خودتون در مرکز زمین هستید و قلب شما یه خورشیدی شده که دارین عشق رو به دنیا میتابونید. خورشید با اون نور زرد رنگ زیباش گرما رو به تمام دنیا میده، بدون اینکه قضاوت بکنه، بدون بگه کی بگیره کی نگیره، به همه یک جور این عشق رو میده. حالا شما خورشیدی شدید از عشق و مهر و محبت و میخواین این نور خودتون رو با رنگی که مورد دلخواهتون هست بین سبز و آبی و بنفشه بشون انتخاب کنید. نور شما اون رنگ رو داره و این نور رو به تمام کره زمین بتابونید، مثل که شما خورشیدین و دارید این عشق رو به دنیا میدید، به آدم های دنیا، به حیوان ها، به هر آنچه که تو کهکشان و جهان هستی هست. و کم کم ببینید که کره زمین به خصوص در اثر این عشق شما اون رنگی شده که شما دوست داشتین و این عشق رو باش تابوندین. در واقع کره زمین به اون رنگ در اومده و آرامش خاص بر تک تک انسان ها برقرار شده و خودتون هم ببینین که در اون رنگ دارین حل میشین، تمام وجودتون اون رنگی شده، هر رنگی شما انتخاب کردین. کاملا ریلکس، فوق العاده آروم، در عمق آرامش. و حالا در حالی که از خداوند و جهان هستی تشکر میکنیم برای این لذت با هم بودن و این قدرتی که داشتیم به دنیا عشق خودتون رو بدیم، من از 1 تا 3 میشمرم و وقتی گفتم 3، با لبخند چشمتون به دنیای پر از عشق و نور باز میکنیم. یک هر لحظه که میگذره سالم و سالمتر میشیم، آگاه و آگاه تر میشین و باور میکنین که تاریکی رو با نور میشه از بین برد، عصبانیت و خشم رو با عشق میشه از بین برد و جا به جا کرد. 2، کم کم میدونین کجا هستین، به خودتون برمیگردین و با دستاتون رو به هم بمالین و این انرژی که در کف دستاتون اومده رو به جای بدن که احتمالاً دوست داریم بذارین یا بذارین رو قلبتون. و 3، هر وقت آماده بودین چشماتون رو باز کنین و به دنیای پر از عشق و نور لبخند بزنین. واقعا مولوی میگه که خواهی بلرز و خواهی ملرز،
اینت گفتم است. گر بر لب و دهانم خود بند آهن است، آهن شکافتن بر داوود عشق چیست؟ خاموش که شاه عشق عجایب تهمتن است. واقعا عشق عجایب تهمتنه. حالا از حالا به بعد و یادتون باشه واقعا خون به خون شستن محاله. و از حالا به بعد شما میتونیم اگه تلفن به اصطلاح آفیس تلفن دفتر ما رو بذارم میتونیم به من زنگ بزنیم با هم صحبت داشته باشیم. من معذرت میخوام برای این اتفاق که افتاد، ولی خب دیگه ما با حداقل امکانات داریم میام به خدمت شما. انشالله که اینم کم کم درست میشه. تلفن بنا نبود زنگ بزنه. من به حال معذرت میخوام ازتون. من دو تا مورد رو اعلام بکنم. یکی سمیناری دالاس من هستش که من در از تاریخ ارزم به حضورتون 28 همین ماه تا 4 مارس در دالاس هستم. در اونجا یک روز دو تا سمینار و دو روز هم یک سمینار کامل ریکیو داریم. و ارزم به حضورتون که روز 28 ما در واقع صبحش سمینار انرژی و آشنا شدن با انرژی رو داریم. اونجا هم بهتون انرژی میدم و میتونه همه تون حس خواهید کرد انرژی و اینو چیز عجب غریبی نیست و با اون یعنی دیگه اون براتون خودتون تجربه میکنید. و بعد از ظهرش دمره چاکراهاش 7 چاکرا رو من با هم دیگه میتیت میکنیم. در واقع تمام این دو یک روز با مدیتیشنه که میگذره. و بعد سمیناری و بعد دفتر پیش جان افکار 11 آپریل تا 22 آپریل. جانم بفرمایید. رحمانی هستم. الو. بله بفرمایید. لطف کنیم بریم با تلفن با من صحبت بکنین. با تلفن با تلویزیون نگاه نکنین و بعدم کوتاه و مختصر چون مرسی ازم. بفرمایید. بفرمایید. مدیتیشن؟ بله. ببینین تمام اون خواسته های ما میایم دنیای مادی و معنوی رو از هم جدا میکنیم. این دوتا دنیا جدا نیستن از هم نازنین. این دوتا مکمل هم دیگر. من اگر که شب گرسنه باشم، میگن یه چیزی توی خودمون میگه آدم گرسنه دین و ایمون نداره، بنده وقتی شب گرسنه باشم و بدنم هم زخم باشه و دکتر دوا هم نداشته باشم و تنها یه گوشه دنیا باشم، نه مدیتیشن میدونم چیه، نه میخوام که دنیای معنوی داشته باشم، هیچی. من باید دنیای مادیم درست باشه. بنابراین حتما همینطوره. شما منتها دیدگاهتون عوض میشه. ما مادیات و تمام این دنیا با تمام زیباییش برای من و شماست. شما اگه یه زمانی بخواین و میتونیم داشته باشین، بدون هر چی دلتون میخواد پولدار بشین، بهترین آرامش هم برای خودتون بیارین. تمام بحث اونجاست که این پول همه چی نیست. پول رو داشته باشین، حالا بریم به اینکه با این پول چه میکنین. این فرقش. ولی این دوتا اصلا جدا نیستن. اصلا اگر الان پول نبود، من چه از ما دنیا بیام خونه شماها. ما جداش میکنیم چون ما متأسفانه فرهنگی داریم که میگیم پول اخه، پول خوب نیست، ولی برای یواشکی پولدار هم میخوایم بشیم. آدمی هم که رفته کار روحانی کرده اون پولدار نمیخواد. من به خود خودم میخوام میلیونر بشم. اصلا نگرانش نباشید. مرسی عزیزم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. اوکی. واقعا این بزرگترین مطلبی که ما خیلی هم باش تضاد داریم که با پول، که پول هم میخوایم هم نمیخوایم. پول اصلا چیز بدی نیست. پول یک وسیله بده بستونه همه ما بعد. منتها اونجایی که پول رو وسیله ای میکنیم برای اینکه خودمون رو پیدا بکنیم، اون اشتباهه. پول رو وسیله ای میکنیم که به دیگران بگیم من از تو بهترم با این امکانات که دارم، اونجا خرابکاری کردیم. ولی پول هیچ چیز مشکلی نیست، هیچ چیز بدی نیست. خیلی دلم میخواد شمایی که میتیشن رو با من کردیم بیان و این میتیشن و تجربتون رو بگیم. چون یادتون باشه وقتی شما تجربتون رو من میگین، حالا من میتونم بیشتر قضیه رو باز کنم و بگم برای این میتیشن چه قسمت هایش چه کارهایی برای شما کرده. بسیار میتیشن عمیقی بود و من میدونم خیلیاتون تجربیات جالبی دارید. خیلیاتون از من گریه کردین. خیلیاتون براتون عجیب فرق کرد قضیه. لطف میکنید اگه بیان با من در میون بذارید، منم تا بیشتر روشون بگم که دلیلش چی بود. چون واقعا این میتیشن هر کدومش داستان خودشو داره. حالا سفر برزیل که داریم میریم 11 اپریل یعنی 22 فروردین تا 2 اردیبهشت به آمریکاییش هم که میشه 11 اپریل تا 22 آپریل.
باید حتما ویزا بگیریم. بعضی از عزیزانی که پارسال اومدن به خصوص اینکه سیتیزن آمریکا بودن ویزا نخواسته بودن. پارسال به دلیل المپیک اونجا بود ویزا نخواستن. و خدای نکنه فکر نکنین که ویزا نمیخواین و این اشتباه رو انجام بدین. باید حتما ویزا بگیرید. زنگ بزنید به سفارت مثلا برزیل و ببینید که چه کاره باید بکنیم. ما هم میتونیم بهتون کمک کنیم اگه خواستین ما زنگ بزنیم. بفرمایید، رحمانی هستم. خواهش میکنم با تلفن با من صحبت کنیم. باز رفتیم به تیوی دارین گوش میدین. بفرمایید. الو، ما اینجا یه خط داریم به قلب و ازتون تمنا میکنم تلفنتون رو کم کنیم با من صحبت کنیم. بفرمایید. الو، ببخشید من نمیدونم چی قاطی میشه. ببینین شما وقتی تلفن رو میخواییم بزنیم به این اتاق بیرون جایی که تلویزیونه، وقتی به تلویزیون نگاه میکنین نمیدونی که با من در تماسیم، بعد این دیلی داره ما را چیز میکنیم. با من صحبت کنیم، به تلفن به تلویزیون تو نگاه نکنیم. فکر کنیم با این تلفن دارین میکنیم، بعد میتونیم با من حرف بزنیم. چون به یه خط ما اینجا بیشتر نداریم، وقتی میگیرین دیگه کس دیگه تا این گذشته بشه نمیتونیم تماس بگیریم. مولوی همین این مسئله ای که من امروز داشتم در مورد جان آف گاد میکنم، سفر جان آف گاد و مسئله انرژی. چه اشخاصی میتونن این سفر رو بیرن؟ حتما شما نباید مریض باشین، میتونین خیلی هم سالم باشین بیرن. من دفعه دهم دارم میرم، خدا هزار بار شد برای بیماری خاصی نبوده، ولی در حال جای خودی شده، یعنی یک مزه خودی شده این سفر، یک جایگاه خاص خودش قرار گرفته. آیا همه اونایی که میان اونجا خوب میشن؟ خدا کنه. ولی نه، جان آف گاد این قولو به همه میده، نه من این قولو میدم، شما تشریف میارین، خود جان آف گاد میگه میشه، میگه من کسی نیستم، انرژی از من عبور میکنه و هر آنچه برای اتفاق میفته میفته. سفریه که خب ما شما رو از وقتی میاد، از زمانی که شما وارد فرودگاه آباجانیا میشین، ببخشید برزیلیا میشین، تا زمانی که براتون میگردونیم ما با شما هستیم، همه جو در خدمتتون. جانم بفرمایید، رحمانی هستم. الو، هیچ کسی به حرف من گوش نمیکنه. خواهش میکنم برید در اتاق بیرون با من صحبت کنیم. الو جانم عزیزم، اون تلویزیون تو کم کن. سلام عزیزم. سلام، صدای من میاد؟ الان میاد. بله، شما به خودتون گوش ندیم به تلویزیون، با تلفن صحبت کن. نظری با من صدا داریم. نه خیلی، من با تلفن صحبت میکنم. من خانم رحمانی، این خشم که شما فرمودید عزیزم گوش میکنم، من دارم گوش میکنم، صدای شما هم داره پخش میشه. شما به تلویزیون توجه نکنی. حالا هرچی هست که به تلویزیون توجه نکنید. بفرمایید. من این خشمی که شما فرمودید من حس کرده بودم قبلا، در حدود یک سال و نیمه پیش من احساسی داشتم که میتونم یک نفر رو به قتل برسونم، به خاطر اینکه عشق من رو که یک سگ بود به قتل رسوندم و من این رو حس کردم. دقیقا سلول به سلولم تنفر رو در زندگی احساس کرد. اما بعدها خواستم که، یعنی ترس از این که بعد خود جرم گناه بیشه خداوند، سپردمشون به خداوند، به جهان هستی. الان که شما فرمودین که به خاطر دیار که چی رو خیلی دوست داشتی، من به اختیار اشکام جاری میشه. با که یک سال بونه گذشته برای من خیلی دارم کرد. ببینید اگر اون ببینید اگر شما 20 سال پیش همین ماجرا بود الان اشکا میاد. این اشکا خیلی خوبه تو میتیشن که میاد، چون پاک کننده است. در اون عمق که بوده پاک کننده است، میاد بیرون.
اون خشمی هم که داشتین اینطوری تا باش کار نکنین اونو ما گاهی وقتا عاقلانه میبخشیم، یعنی بدون که به احساسمون توجه بکنیم با عقلمون میبخشیم. با عقل بخشیدن به خاطر ترس از قانونه، به خاطر ترس از اینکه اینوالو نشید. احساس اون توه، اون احساس درب و داغونی که الان اشک شما میاد بیرون که بسیار هم خوبه، خیلی من مطمئنم خیلی ها گریه کردن برای اینکه اون احساس باشه. حالا اومد بیرون، همون موقعی بود که میگم دو ملو ما یه نیشته از داریم، حالا میاد بیرون، مهم نیست که چرا اونجا بود. شما هم همینطور عزیزم، ممنون که اومدی با ما شیر کردی، خیلی متشکرم. ولی این مسئله بخشیدن و باز این بازپخش این برنامه چهارشنبه ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت آمریکاست، باز ببینینش و من تو یوتیوب و تو فیسبوک میذارم. بارها و بارها با این میتشه کنی، بسیار براتون جالب خواهد بود که چه مسائلی میاد تو و چه مسائلی از بین میره، تموم میشه. بنابراین ممنونتون هستم، یک دنیا متشکرم که تشریف آوردین با ما شیر کردین و حتما هم از این ماجرا یعنی کاملا خواهش میکنم، قربونتون برم، مرسی عزیزم. بله، به این ماجرا هم تو میگم با عقل که ما میبخشیم یه چیزه، با به اصطلاح وجودمون که میبخشیم یه چیز دیگه است، با قلبمون که میبخشیم یه چیزی هست. با قلب وقتی میبخشیم، ببینید شما وقتی من چاقو به من میزنیم، من باید دادمو بزنم، به هر کسی هم چاقو بزنیم، در هر زمانی بزنیم دردش میاد، هر کسی که باشه. حالا بعضی میگن من قویم، اون مرتش میده، نه تنها چاقو ضربه خورده که تمام اون احساس هم رفته خود داده. این احساس حالا میاد چیکار میکنه؟ مثلا تحقیق کردن به شما نشون میده که دور از اون سرطان میگیرین، دور از اون مثلا مشکل قلبی پیدا میکنین. اصلا خودتون ببینید قلب رو میگیم ما هارت اتک، قلب سکته قلبی کرد، یعنی چی؟ یعنی بهش حمله شد. بیشترین مشکلاتی که ما داریم با قلبمون که الان دیگه معلوم شده کلسترولمون نیست، عصبانیتمونه که به ما این هارت اتک ها رو میده، سکته مغزی. به من میگن دو دقیقه دیگه بیشتر نمونده، من میخوام یه شعر براتون بخونم و این برنامه رو ببندمش و تشکر از همه شما عزیزان و خواهش کنم که اونایی که در فیسبوک اینو میبینیم میذاریمش و شعرش کنیم، به خصوص مدیتیشنش فکر میکنم خیلی ها رو کمک میکنه، به خصوص الان که اینقدر خشم و عصبانیت خورده شده تو دنیا اومد بیرون با این کاری که آقای دونالد ترامپ. این از نظامیه، میگه فلک جز عشق محرابی ندارد، جهان بی خاک عشق آبی ندارد. غلام عشق شو کاندیشه این است، همه صاحب دلان را پیشه این است. اگر بی عشق بودی، اگر بی عشق بودی جان عالم، که بودی زنده در دوران عالم. کسی که از عشق خالی شد، این خیلی قشنگه، کسی که از عشق خالی شد شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. سعدی یه جایی میگه برو اگه میتونی حتی عاشق گربه بشو، برو حتی عاشق یکی باش، به یکی بگو من قربونت برم. این عشق خیلی کارا میکنه. در حال آخرش هم میگه اگر خود عشق هیچ افسون ندارد، نه سودای خیشت باز رهانند. ما در عشقه که اونجایی که خیلی خودخواهیم، در عشق خودخواهی ها یاده اومیه، برای معشوق مهمی کارایی کنیم. در حال ممنون از همه شما عزیزان که این برنامه دیدین، ممنون از اتاق فرمان الاغ اندرو و خانم لاریبی در سندیاگو، همه شما نازنینان و تفتی آینده به خدای بزرگ و خدای عشق میشبرم. مرسی. این خمش کن خار هستی را ز پای دل بکن، تا ببینی در درون خیشتن گلزارها. شناخ و کشف گلزارهای درون ما عشقی والا و عمیق به خود را می‌کند، تا در پرتو آن تجربه نمایی رهایی از خارهای هستی، حسادت، بغض، غرور، عصبانیت، غمگینی، بیماری‌های روحی و در نهایت جسمی را.